رئیس کل بانک مرکزی خبرهایی از نرخ تورم، بازار ارز و تأمین اسکناس نو برای پایان سال هم داشت. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 77 هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده. آقای رئیس کل وقتی با انبوهی از اعداد ارقام به سراغ چالش‌ها و راه‌های رفع مشکلات اقتصادی کشور رفت، نشون داد دل پری داره. تکلیف شد که شرکت‌های دولتی و پتروشیمیا وابسته به دولت حتما ارزششون رو به مرکز مبادله بدن. نیایند خوراک دولتی رو بگیرن 1226 تومان ارزششون رو ببرن 3700 تومان 600 تومان در بازار بفروشن. این نمی‌شود. بایستی ما یک نرخ داشته باشیم. حتی نرخ مرجع 1226 تومانی هم بایستی کنار برود. بایستی فقط مرکز مبادلات باشد. اگر می‌خواهیم به یک کالای یارانه بدهیم، بایستی از خزانه جداگانه بدهیم. این میتونه جلوی فساد رو بگیره. جلوی نمیتونیم امروز کنترل بکنیم شکر وارد بشه 1226 تومان، بعد تبدیل به شکلات بشه، صادر بشه 3800 تومان. این نمیشه. آقای بهمنی میزان رشد پایه پولی و نوسانات نرخ ارز رو مهمترین عوامل شتاب دهنده نرخ تورم دونسته که کار رو به اینجا رسونده. پیش بینی میشه که نرخ تورممون در پایان بهمن ماه به 29.8% و در پایان سال 91 به 30.6 تا 31.5% افزایش بده. رئیس کل نظر صریحی هم درباره ضرورت افزایش نرخ سود سپرده های مردم نزد بانک ها داشت. اگه نرخ سود سپرده تغییر نکنه، نرخ سود اوراق مشارکت، گواهی سپرده تغییر نکنه، قطعاً با کاهش ارزش پول یا دیوالیوی که پولشون میشه، نبایستی انتظار داشته باشیم که بازارهایی مثل ارز، سکه و مسائل دیگه شکل نگیرن. آقای بهمنی خبری هم برای اونهایی داره که دنبال پول نو یا نگران کارهای بانکیشون در ایام نوروز هستند. پول نو رو به میزان کافی در هر میزان که مصرف بشه نیاز داشته باشن، ما خواستیم، خواهش کردیم در اختیار بانک‌ها قرار بدن. بنابراین هیچ مشکلی نمی‌بایسته وجود داشته باشه و ما روزهای تعطیل رو هم بانک‌ها کشیک خواهند بود، ضمن اینکه ATM‌هاشون هم کار خواهند کرد. آقای بهمنی با اشاره به فروش 9 میلیون و 600 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی در دوره قبل پیشفروش، از آغاز عملیات پیشفروش سکه از روز سه‌شنبه 8 اسفند در سراسر کشور خبر داد. فقط به اشخاص حقیقی این رو در اختیارشون قرار میدیم و این قیمتش فعلا 1,250,000 تومان هست. سه روز دیگه ممکنه این قیمت کاهش پیدا بکنه، ما هم به تبع اون کاهش خواهیم داد. مطمئن باشید بازار رو بالا نمیبره. اگر بازار رو بالا برد، بلافاصله ما نرخ رو میاریم پایین. یکی از تفاوت‌های عمده دور جدید پیشفروش‌های سکه با دوره قبلی اینه که به هر نفر فقط 5 قطعه تمام بهار آزادی یا 10 قطعه نیم بهار آزادی پیش فروش میشه. افراد متقاضی حداقل باید 18 سال تمام داشته باشن. کارت ملی هست که حتما همراه عزیزان باید باشه و یا هم شناسنامه که کد ملی اونها روش درج شده باشه، بتونن در واقع احراز هویت بکنن. مقرر شده که بعد از 6 ماه از زمان پیش خرید متقاضی ها میتونن به همون شعبه که ثبت نام کردن مراجعه کنن و سکه هاشون در واقع دریافت کنن. زمان تحویل بر اساس بخشنامه بانک مرکزی 6% مالیات ارزش افزوده از عزیزان در واقع دریافت خواهد شد.